بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز روز جمعه هست و ساعت 1:59 بعد از ظهر به وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، به وقت نیویورک شرق آمریکا، و امروز 7 تیر ماه 1398 هست. 7 تیر ماه اگه اشتباه نکنم روزی است که همون سال اول انقلاب بمبی در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود، کجا بود، منفجر کردن و هم اصرار داشتن بگن 72 نفر کشته شدن که بعد معلوم شد بیشتر بوده و اینها. این ماجراهای 72 نفر و 72 تا زن باکره و دختر باکره و نمیدونم 12 امام و 1-2 جین، همه چیزا انگلیسیه. خلاصه روزگار غریبی است. حالا این تاریخ ما هم تاریخ عجیب و غریبی هست، هر روزش به اصطلاح یک جریاناتی درش اتفاق افتاده و تاریخ ما رو ساختن. چه باید کرد با این تاریخ من نمیدونم، ولی اون چیزی که میدونم این هست که ما به خاطر تعطیلات تابستان میخوایم یک ماهی به شما تعطیلی بدیم تا شما استراحت کنیم، خود ما استراحت کنیم، سفری بریم، دوستان رو ببینیم. و جالبه وقتی که من یکی دو برنامه گذشته گفتم که میخوام برنامه‌های کوتاهی اجرا کنم که هم وقتی در سفر هستم بشه با این تلفن‌های دستی، با این کامپیوترهای لپتاپ کوچولو و اینها انجام داد، دوستان زیادی هم استقبال کردن هم شکایت کردن. و این دوستان وقتی ما تقاضای کمک و حمایت میکنیم هیچ خبری ازشون نیست. البته خب دروغ نگیم، هستن دوستانی مثل آقای پتیک و دیگران، سعید و اینها، که هر وقت ما دست نیاز دراز کردیم اونها دست ما رو خالی نذاشتن. برای یه نفر یک نامه ای نوشتم، ما یه پولی ازشون طلبکار بودیم و این نامه رو وقتی ما میفرستیم که آقا بدهی تو بده، اون پایینش یه چیز چاپی میاد از پیش نوشتیم که از حمایت شما تشکر میکنیم و این حمایت شما تلویزیون مردم رو یا این سکوی ارتباطی رو باز نگه میداره که دیگران هم با هر نوع عقیده و منطق و فرد تصوری که دارن بیان صحبت کنن. ایشون نوشته بود که خب اگر صورت حساب میفرسید با اون تقاضای کمک فرق میکنه. گفتم شما الان هر کدومش رو دوست داری فکر کن، فکر کن داری بدهی تو میدی، فکر کن داری حمایت میکنی. یه جوکی بود اون وقتا، میگفتن میدونید اینا که به اصطلاح آهنگری داشتن اینها، یک کودکی رو استخدام میکردن و یک دستگاهی بود که میدمید، مثل باد میداد به این کوره شخصی که آهنگری میکنه. بعد میگفتن که مثلا طرف حالش بد بوده یا بهونه میورده و اینها، صاحب اون آهنگری به این شاگرد میگه که ببین تو بدم بمیر و بدم، یعنی تو این کوره ما رو روشن نگه دار، فوت کن با این دستگاه، برای من مهم نیست که حتی مردت افتاده باشه اونجا. در اصل ممنونم از این دوستمون که بالاخره دیروز بدهیش رو به تلویزیون مردم انجام داد و این بدهی باعث میشه که ما در سفر بتونیم چند تا آبجو به سلامتی ایشون بنوشیم. و اما پریشب من خب سالها پیش هم برق خوندم، هم درس دادم، هم کار کردم. خیلی فرق میکنه. بعضیا درس میخونن، درسم میدن، ولی هرگز دستشون به فازمت، اومه، چکش، سیمچین، انبردست، آچار فرانسه اینها نرسیده و کار عملی انجام ندادن. ولی ما حالا یا الحمدلله یا از زوره نداری همه این کارها رو انجام دادیم. و بارها حتما شما تو برنامه ها دیدید و شنیدید که من وقتی به دوستانی که یک کتابی رو 40 سال پیش خوندن و همون کتاب رو هی تکرار میکنن، درست مثل حزب اللهیا، درست مثل عقب افتاده های فناتیک و بنیادگرای هر مذهبی، اینا همه یک کتاب میخونن، اون کتاب رو برنها سالها تکرار میکنن. من به اینا گفتم که من اون روزی که درس خوندم حدود 50 سال پیش و روزی که درس دادم حدود
45 سال پیش اصلا تکنولوژی، تکنیک، وسایل فرق میکرده با امروز. و یکی از چیزایی که دبیرا رو میگفتن هفته 18 ساعت یا هفته 22 ساعت یا هفته 24 ساعت درس بدن نه 40 ساعت، این بود که از همون زمان هم میگفتن دبیر، معلم، اینها باید بره تحقیق کنه، خودش رو بروز کنه. حالا بماند که دبیر بیچاره مجبور بره راننده اتوبوس باشه، راننده تاکسی باشه، مسافرکشی کنه، یه شغل دیگه داشته باشه بعد از ظهر، اینها اون بماند، اون به جای خودش. و در هر دو رژیم هم اینجور بود، هم رژیم شاه هم رژیم شیخ، رژیم شیخ بدتر از رژیم شاه. خلاصه پریروز ما می‌خواستیم یه دونه پلاگ برق، اینجا میگن آوتلت، اضافه کنیم به یه جایی و گفتم که خب برم اینجا هوم دیپو این قوتیشو بگیرم و نصب کنم، کاری نداره که دیگه، اینجا این سیم برق هست، دو تا سیم، سه تا میگیری، اینجا چیزم داره، گراوند هم داره، میکشیم میاریم و اینها. وقتی رفتیم اونجا دیدیم اینا دو نوع قوتی دارن، یکیش یه میخ بهش وصله، دو تا میخ بهش وصله، یکیش میخ نداره. و من اینو برداشتم گفتم خب اینی که میخ داره که من نمیتونم بکنم تو دیوار، یا باید حالا دیوار رو بیشتر بشکافم، اینو بزنم به اون چوب. ساختمان‌های آمریکا هم برای اونایی که باهاش آشنا نیستن خیلی خنده داره، مثل کاغذ هست و مقوا و چوب و اینها. و برای اونایی که واردن میدونن که همین کاغذی بودن و چوبی بودن خونه های آمریکایی باعث شده که خیلی‌ها بتونن خونه بخرن و مثل ایران اون مشکل خونه خریدن، خونه اجاره کردن و اینها نباشه. البته هست، ولی به اون صورت یا به صورتی که تو آلمان هست و اینا نیست. خلاصه ما این باکس رو داشتیم تو مغزمونم فکر میکردیم که خب حالا به جای انقدر جا انقدر رو باز کنیم تا دستمون آزاد باشه، با چکشم این میخو بزنیم به چوب و بعدم سیم بکشیم داخلش و اینا. یه نفر داشت رد میشد اونجا و اینایی که کار میکنن به اصطلاح لزومن بلد نیستن، بعضیا فقط میان ساعت 12 دلار 13 دلار بگیرن امورشون بگذره، و بعضیا بلدن، واردن، یه جای دیگه کار کردن، قبلا هم اینجا کار کردن. اینا تو اون قسمت رشته برقی که ما وایساده بودیم، وسایل برقی، سیم و پلاگ و فلان اینها بود. یه آقای رد شد، بهش گفتم که ببین من میخوام یه همچین کاری رو انجام بدم. گفت خونت نوه یا کهنه است؟ گفتم نسبتا نو، مگه چیه؟ گفت منظورم اینی که بازه، هنوز دیوار نداره یا دیوار داره. دیوارای اینجا دوستان یه صفحه‌ای هست، یک اینقدر نازک گچه، دو طرفش کاغذه، بهش میگن درای وال. درای وال یعنی دیوار خشک. حالا ولی خیلی واقعا صاف صوف کار کردن باش آسون، با این چاقوهایی که ما ایرانی ها میگفتیم چاقو موکت بری، اینجا میگن باکس کاتر، چون سر قوطی ها رو با این چاقوها باز میکنن. خلاصه با این تیغ چاقو نیست، با اینا میشه ببریش، خیلی ساده کار میشه بکنی روش اینها. و گفتم که نه دیوار داره. گفت خب اگه دیوار داری شما باید از این یکی بخری. گفتیم این چیه؟ گفت اینو میزنی تو دیوار، خودش دوتا چی داره پشت دیوار، وقتی پیچو، حالا عکسشو بهتون نشون میدم، وقتی پیچو میپیچونی از پشت انگار یه نفر کمکت داره میکنه، میاد دیوارو میگیره. همون موقع کم با خودم فکر کردم، گفتم نگاه کنید، برای یک کلمه، یک جمله که از کسی میپرسیم چقدر زندگیمون راحت میشه. و این نپرسیدن ما، میدونید که چه داستانهای هست راجع به نپرسیدن، چه دعوایی بین خانم‌ها و آقایون میشده وقتی رانندگی میکردن، آقایونو نمیپرسیدن و گم میشدن اینا، هرچی همسرش میگه آقا وایسا اینجا، از یه بقالی، از یک پمپ بنزین سوال کن کجا میری، میگه نه تو کارت نباشه، من میدونم، از بس تو حرف میزنی من گم شدم. حالا بگذاریم دیگه، حالا این جی پی اس هست و اینا. جی پی اس دیروز نوشته بود که به خاطر اشکالی که گوگل پیدا کرده بوده، یه عده‌ای رو فرستاده بوده توی جاده‌ای که همه رفتن با سرعت توی گل. حالا براتون پیداش میکنم. بمانه. خلاصه ما این قوطی رو خریدیم و آمدیم و
گذاشتیم. باور کنید کاری رو که من فکر میکردم مثلا 3 ساعت وقت میگیره من این دیوار رو ببرم، بعد اون قطی رو بچسبونم، بعد دوباره حالا این قطی رو تعمیر کن، یه روز ولش کن خوش، ببخشید دیوار رو تعمیر کن، بتونه بزن، یه روز وایس رو خوش بشه، دوباره بیا رنگ بزن و اینها. قطیه رو گذاشتیم خیلی قشنگ اینجوری فشار دادیم تو و وقتی هم پیچا رو پیچیدیم انگار که اصلا اینجا سالها این قطی اینجا بوده. یعنی کار شد 5 دقیقه، راحت آسوده و همش هم فکر میکردم خیلی ممنون از اون آقا، هم از خودم خیلی تشکر کردم که آقا این غرور بیجا رو بنداز پایین، از دیگران سوال کنید. خب راجع به سوال کردم دوستان، در هر 12 دقیقه‌ای، اون قسمت ها رو میخواستم جزو آیا میدانید براتون بذارم. آیا میدانید که قوطی های برق مثلا برای خونه های قدیمی با خونه های جدیدی فرق میکنه؟ وقتی اینو برای پتیک فرستادم گفت آقا کجای کاری، پنجره های خونه قدیمی هم با خونه های جدید فرق میکنه، چون خونه قدیمی وقتی پنجره، یعنی خونه نو که میسازی پنجره که میذاری دستت بازه پیچ میکنی فلان اینا، ولی پنجره بخوای عوض کنی از داخل پیچ میشه و اینها. بپرسید دوستان از این و اون بپرسید. و اما در هر 12 دقیقه یک نفر در آمریکا خودشو میکشه، هر روزانه 22 نفر از اونایی که تو ارتش آمریکا خدمت کردن، چه اونایی که تو جنگ ویتنام بودن، چه اونایی که توی جنگ‌های عراق و کویت و اینها بودن، الان جنگ‌های افغانستان و اینها، 22 نفر از اینا خودکشی میکنن. و چون دو شب گذشته این برنامه مناظره نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری بود، این آقای کریس کومو که برنامه خوبی رو شروع کرده، الان یه سال هم گذشت و اینها، یه کمی هم با شور و هیجان، خوبم بلد برنامه اجرا کنه، آمد و گفت که خب شما اگه اینجا دارید تماشا میکنید جز اونایی نیستید که دارید به اصطلاح مناظره نمایندگان رو تماشا میکنید، و بذارید یه موضوعی رو امروز براتون بگم. بعد شروع کرد راجع به این خودکشی، راجع به این که اگر شما افسرده هستید، فکر خودکشی به سرتون زده و اینها، با دیگران صحبت کنید، اگر کسی رو میشناسید که ممکنه این یک همچین به اصطلاح چیزی رو گفته باشه و اینها، با اون صحبت کنید. خطای به اصطلاح تلفنی هست، شماره تلفن‌هایی هست که باهاشون تماس میگیرید، راهنماییتون میکنن، کمک میکنن و اینها. و بعد خودش شروع کرد راجع به خودش گفتن که با وجود این که از یک خانواده موفقی هست، بابای این گاورنر بوده، فرماندار بوده، برادرش و خودش و اینا همه پولدار هستن و ازشون خوبه، گفت که این افسرده بوده. بعد گفت که ما فکر میکنیم وقتی افسرده هستیم تقصیر ماست. آقا تقصیر ما نیست. این رو آقای بها ابهری به من گفت راجع به این که معتاد و اینها، میگه آقا این معتادا رو به عنوان یک کسی که یک جرمی مرتکب شدن چیز نکنید، خطاب نکنید، و به عنوان یک کسی که مریض هست، یه بیماری داره رفتار کنید. و این افسردگی دوستان یک بیماریه، و همون جوری که من و شما اگر پامون درد کنه، مثل من دیروز پام درد کرده رفتم، این خانم دکتر تهرانی هست، اینجا خانم جوانی هست و خیلی قشنگ گوش میده، وقت میذاره توی همین، اسم خانم فکر کنم مهسا تهرانی هست، با یه خانم دیگه به نام مؤمنی یک به اصطلاح دفتر اینجا دارن، برای مطبی دارن، توی ایران میگفتیم مطب، یه مطبی دارن اینجا، میگن آفیس بیلدینگ، دکترز بیلدینگ، ببخشید. خلاصه رفتیم گفتیم بابا این پای ما چند سال پیش هم همین مسئله رو داشتیم و اینها، و یه سوزن زدن بهش خوب شد. گفت من سوزنم میزنم ولی شما مسافرتم، برو بعد از مسافرت که اومدی یه عکسی بگیر و چند تا آزمایش رو اینها. خلاصه خندیدیم و بهش گفتیم که ما وقتی به این سن و سال میریم، مسافرت که میخوایم بریم، باید بریم به اصطلاح دندون پزشکی دندونمون رو تمیز کنیم، باید بریم داروهامون رو پر کنیم که تو سفر بی دارو نمونیم و اینها. میدونید خیلی ها الان توی دامینیکن ریپابلیک چند تا آمریکایی مردن، و وقتی که گفتن آقا یه طوری شده اینجا لابد توی چیش باکتری بوده و فلان، نه
دامینیکن ریپابلیک آمد گفت نه آقا این مثلا مرض قلبی داشته مرده، این یکی سکته کرده، این اومده اینجا خیلی خوش گذرانده مرده فلان اینا. در اصل مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، و اگر افسردگی به سراغتون اومده و اینها، حتما با دوستانتون با فامیلتون صحبت کنید. اگر دوستی فامیلی هم دارین که شما فکر میکنید افسرده هست، اول با خودش صحبت کنید، بعد با دوستان و فامیل صحبت کنید، ببینید میتونید براش کاری انجام بدید یا نه. امیدوارم این آمار ارقام بیاد پایین. ما چون اون روز نیم ساعت برنامه اجرا کردیم و دوستان خیلی شکایت کردن و امروز آخرین روزی که ما از این استدیو و اینها برای شما برنامه پخش میکنیم، میریم تا 60 دقیقه که دیگه شکایت نکنه این سعید آقا، بگه آقا ما عادت کردیم به شما، سر ساعت معین میایم اینجا و اینها و شما میخوای ما رو بذاری بری. نگفتم که من شما رو ول میکنم میذارم میرم، گفتم همین جوری که شما عادت کردیم به ما، منم معتاد شماها هستم و سعی میکنم هر جایی که باشم یه برنامه بذارم، ولی به خاطر شرایط زمانی و مکانی، زمانی از لحاظ این که اگر مثلا من آلمان باشم خب 5 سال 6 سال با اینجا فرق میکنه، اگه یک کشور دیگه باشم 2 سال 3 سال فرق میکنه و اینها، و مکان، امکانات اون مکان ممکنه من دسترسی به اینترنت نداشته باشم و اینها، ممکنه برنامه رو ضبط کنم و بذارم اونجا. بهترین کار اینه، شما اگه از ما رو از یوتیوب میدیدید، بیاین یوتیوب چک کنید یا سابسکرایب بشین. سابسکرایب مثل یعنی آبون، آخه ما تا اسم آبونه میاد فکر میکنیم باید ماهیانم یه پولی بدیم، نه، این پایین ویدیوها نوشته سابسکرایب، حالا دیگه بغلش یه ناقوس یه زنگم گذاشته، اونو بزنید، هر وقت من یه ویدیوی جدید میذارم اونجا، اون به شما خبر میده. این کارا اتوماتیک شده، از این کارهای اتوماتیک استفاده کنید، به جایی که هی بیای بگی ای مردشور این سوربی رو ببره، هنوزم برنامه نذاشته، ای کجا رفته این ذلیل شده سوربی، من مواد برنامه ایم دیر شده، کجا از سوربی اینا، اون به شما خبر میده. دیدید اینجا پستچی نامه که دارید، این دسته رو میزنید بالا، فلگ رو، پرچم رو میزنید بالا، اون که اومد نامه رو برد، شما نگاه میکنید، مثل الان من میبینم نامه رو برده، یعنی پستچی امروز آمده. برای خودتون از این وسایل مجانی و چیز استفاده کنید. و اما بذارید من اون عکس رو بهتون نشون بدم، یا دیگه نشون نمیدم دیگه، اگر رفتید خواستید قوطی بخرید برای این پلاگ برق و اینها، از طرف سوال کنید به یه نفر که میدونه، بعض وقتا اونجا کانترکتورها هستن، افرادی هستن، الکتریشن هستن، سیمکش هستن، بلدن. حالا تو کار سیمکشی میرید تو قسمت لوله کشی و اینها، تو کار لوله کشی و اینها پلامر هستن اینها، بعضیا میگن پلامبر، آقا این پلامر درسته، پلامبر غلطه. حالا چرا مینویسن؟ اینم مثل خودمون هست، تمبر پستی رو مینویسیم تمبر پستی، اینا هم اینا رو دارن دیگه، ایبی نداره. و بپرسید 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 دیگه، لازم هم نیست ما عکسش نشون بدیم که این میخ داره اون سیخ داره. و اما امروز آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر برنامه شماره 228 خود رو برای شما اجرا کردن، ضبط کردن، فرستادن، ما هم اینجا براتون پخش میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، حتی در این ایام بهتر برنامه‌های از قبل ضبط شده رو بفرستید، ما با هزینه بسیار کمی براتون پخش میکنیم. اون روز برای یکی از دوستان به شوخی نوشتم اگر شما تنبل نبودی و قدم پیش گذاشته بودی، حالا برنامه خودت رو که داشتی هیچ، این مدتی هم که ما کجدار و مریض هستیم و نیستیم و اینها، شما جای برنامه رو پر میکردید. راستی این کلمه کجدار و مریض همه فکر کنن مریضی و بیماریه، در صورتی که اینجوری نیست. کسی میدونه اصلش چیه؟ این مریض یعنی نریختن، و کجدار هم نمیدونم حالا دیگه یعنی، یه چیز دستش بوده آقا کج نگهش دار، ولی نریز. من همون جوری که اون روز گفتم، من دیگه در حین این برنامه ها فیسبوک رو نمیخونم، سلاماتون رو جواب نمیدم، و هر چی دلتون میخواد، هر چی دلتنگت میخواهد بنویس. اگه کسی
شما برای کسی می‌نویسید اونجا که نباید این کارو بکنید، اون کس به شما جواب بده، سعی کنید در قسمت خصوصی جواب بدید. و همون جوری که سالها پیش تصمیم گرفتیم که تلفن رو به صورت زنده نداشته باشیم در برنامه و تصمیم بسیار عاقلانه‌ای بود، چون تلویزیون‌ها واقعا دیگه وضعش خراب شده بود، اون زنگ می‌زد فحش می‌داد، من مجری هم مجبور بودم فحش بدم، اگه فحش می‌دادم یه عده دلشون خنک می‌شد که آره اینا رو نباید بی جواب بذاری، یه عده می‌گفتن آقا اون احمق فحش میده، شما چرا فوش میدیم؟ ما این وسط نمیدونستیم چی کار کنیم. گفتیم بابا میدونی من حرفی برای گفتن دارم، میام حرفمو میزنم، شما اگه حرفی برای گفتن داری هر جایی که میتونی حرف بزن، اگه میخوای تو تلویزیون مردم حرف بزنی برنامه بگی، سر ساعت معین یا هر ساعتی که خواستی حرف بزن. این روزا هم از لحاظ سکوهای ارتباطی، محل ارتباطی، سوشال مدیا، هیچ کس نمیتونه بگه آقا سوربی بلنگو دستش، من بلنگو دستم نیست. این چیزی بود که اون روز به آقای پاک نژاد گفتم، گفتم آقا شما نمیتونی بگی آقا چرا آقای نوری علا پول داده به فلان تلویزیون به اون برنامه میدن به من نمیدن. شما میتونی خودت یه جایی شروع کنی، صبر و حوصله داشته باشی، روز اول یه نفر، روز دوم سه نفر، روز پنجم پنج نفر، همینجوری تا برسه به 5000 نفر، 50000 نفر بیان. شماها یکم تنبل هستین و میخواین از حاصل کارکرد دیگران فقط به این دلیل که آقا اگه میخوای به من ثابت کنی که پول بهت جمهوری اسلامی نمیده، پس بذار منم مجانی حرف بزنم. نه آقا، برو دنبال کارت. اینم از این. و اما یه بار بهتون گفتم، یه بار دیگه میگم، امروز جمعه 28 ماه ژوئن 2019 میلادی است، برابر با 7 تیر ماه 1398. و اگر میخواین چیزی بنویسید و بگید از طریق تلفن، اجازه بدین تلفن رو بهتون نشون بدم، بعد آمد 202-695-2573، با این تلفن شما میتونید تکست هم ارسال کنید و اگر پیام گذاشتید سعی کنید کمتر از 3 دقیقه باشه و با هم در تماس باشیم. اینم این، یعنی اگه شما نمیخوای به خودت زحمت بدی بعد از برنامه 2 دقیقه 3 دقیقه وقت بذاری صحبت کنی، من چرا باید به خودم زحمت بدم در حین برنامه بیام برنامه خودم رو ول کنم و به اصطلاح نوشته های شما رو بخونم یا موضوع شما رو عنوان کنم. این هم از این ماجرا. و اما بریم خبرهایی که گذاشتیم. دنیا همون جوری مثل دیگ داره میجوشه و کسی نمیدونه توی این دیگ چه آشی دارن میپزن و ما را به کجا خواهند برد. یک ایمیلی رو دوستی برای ما فرستاده بود در رابطه با کودکان کار، 30 شکست خورده. متاسفانه در همین آمریکا و در تمام دنیا این مسئله کودکان کار، کودک‌آزاری، گرسنگی کودکان بوده و هست. بیاین امیدوار باشیم که دیگه نخواهد بود، ولی هست. شما همین الان روی گوگل تایپ کنید کودکانی که در آمریکا گرسنه می‌خوابند و دیدید اون روز سعید نوشت که مدرسه ها تعطیل شده، ولی به خاطر اینکه میدونن یه سری از این بچه‌ها از لحاظ مواد غذایی، از لحاظ نهار، شام، صبحونه در مضیقه هستن، اون قسمت کافتریا یا سالن غذاخوری رو چند ساعتی باز میذارن تا اینایی که ندارن، احتیاج دارن، بیان بگیرن و برن. برید نگاه کنید اینایی که فود پانتری، یعنی کمد، دیدید تو آشپزخونه‌ها یه کمدی هست، قوطی‌های کن و اینا رو میذارید بهش میگن، بله همون، یعنی دیگه کمد یا کلازتی که توش خوراک و این چیزا هست. اینجا یک محل هایی هست که بیشتر هم چرچ و جاهایی هست که در رابطه با دینه، چون اینا به وسیله این کمک کردن میخوان دین مردم رو بخرن، یعنی و مردم میرن تو صف وای میسن خوراک گرم میگیرن میخورن، مردم میرن تو صف وای میسن لباس میگیرن، کفش میگیرن، میرن تو صف وای میسن به اصطلاح خوراک برای روزهای دیگه شون میگیرن که خودشون در خونه کنن و درست کنن اینها. و تا امروز کسی نتونسته این رو حل کنه. در رابطه با 7 تیر صحبت کردم، آقای علی حسین نژاد، قربان علی حسین نژاد از فرانسه یه مقاله‌ای رو توی بالاترین گذاشتن به این عنوان،
نوشتن که فاجعه انفجار هفتم تیر سرآغاز یک جنگ داخلی وحشتناک و خونین و ضد ملی و ضد ایرانی شد که در تاریخ کشورمان بی سابقه بود، به طوری که هیچ نامی به آن جز انتقامگیری و ترور کور و وحشیانه نمیتوان گذاشت، چرا که بسیاری قربانیان آن هیچ سمتی در نظام نداشتند و در میان آنان پزشکان و صاحبان مشاغل عادی بسیاری به چشم می‌خورد. این جنایت وحشیانه به قدری پلید و محکوم بود که خود فرقه رجوی که به وضوح مرتکب و عامل مستقیم آن بود نتوانست انجام آن را رسما و علنا به عهده بگیرد. ولی اینکه همه سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، حتی آنها که مسلحانه علیه این نظام می‌جنگیدند، این جنایت را محکوم کرده و یا با آن مخالفت و از آن ابراز براءت کردن، و تنها سازمانی که از همان اول و بعد هم همه ساله تا همین سالهای اخیر در رسانه‌های خود در سالگرد آن ابراز شادمانی می‌کرد، فرقه رجوی بود و این به وضوح به عهده گرفتن این جنایت توسط این فرقه به شمار می‌رود. شما نظرتون درباره هفتم تیر، اون انفجاری که انجام شد، چی هست؟ و اما میگه که عراقچی گفت این تکس را اندازی شد اما کافی نیست. این ماجرای جنگ و به اصطلاح دعوای ایران و آمریکا، ایران و عربستان و جنگ های نیابتی که بهشون میگن پراکسی وار، جنگ های سایبری که جنگ های این عصر و این به اصطلاح تکنولوژی جدید هست و اینها، موضوعی هست که هنوز راجع بهش اطلاعات زیادی در دست نیست. و از اون ور مثلا امروز دیدیم که ارتش سپاه یا سپاه اعلام کرد که آمریکا منتظر این نباشه که ما زیر دریایی را از ساحل بفرستیم زیر آب، از اون ور بیاد. ما آمدیم تونل های زیر دریایی زدیم. و من هنوز نمیفهمم این ایران واقعا اگه اینقدر به اصطلاح پیشرفت کرده و موفقه، چرا اینا شو هی اعلام میکنه میگه؟ بعضی ها باور دارن که خب اگه نگی طرف به اصطلاح حساب نمیبره، بعض وقتا باید اعلام کنی بگی فلان اینها. و توی نبردها هم شما حتی به اصطلاح مبارزات تک به تک دیدید، حتی تو والیبال طرف میخواد آبشار بزنه قبلش فریاد میزنه، تو کاراته میخواد مشت و لگد بزنه فریاد میزنه. بعضی وقتا این فریادها در روحیه طرف مقابل اثر میذاره و این کارهایی که سپاه الان انجام میده میشه تشبیهش کنیم به فریاد. یک ویدیویی رو من امروز از آقای ظریف دیدم که مال آپریل سال 2019 است. خیلی قشنگ این آقا صحبت میکنه و از اول تا آخرش وقتی صحبت میکنه شما میگید که حق با اینه. ولی یادتون باشه اون شعری داشتیم که میگه گناه این بود که اسرار هویدا میکرد سرش رفت بالای دار و اینا، این یه قسمته. یه قسمت دیگهش اینه که شما وقتی حرفای ظریف رو گوش میکنی همون موقع فکر میکنی این درست میگه، وقتی حرفای این یکی این ور رو گوش میکنی فکر میکنی اینها درست میگن. بهترین اینه که هر دو رو گوش کنید و خودتون قضاوت کنید که میبینید یه مقدارش اینا اطفار میریزن، یه مقدارش اونا اطفار میریزن. آقای ظریف خیلی قشنگ توضیح داد، گفت آمریکا سال 1953، سال 1332 با اون دخالتی که در اون کودتای به اصطلاح ایران انجام داد، با اون پولی که نوه آیزنهاور آورد، 1,000,000 دلار و 60,000 دلارش بیشتر خرج نشد، افرادی مثل شعبون بیمخ و یه مجزنای به اصطلاح فاحشه شهر نو و اینها رو جمع کردن و مردم رو به اصطلاح زدن و اینها و شاه رو برگردوندن به ایران. و از اون زمان شاه هم دیکتاتوریش رو به اصطلاح تا سرحد جنون پیش برد و هم نوکر و ژاندارم بودن آمریکا رو در خلیج فارس. و چقدر واقعا بدبخت که آمریکا حتی بعدن راش نداد بیاد اینجا بره بیمارستان. یعنی آمریکا به دنیا نشون داده که قابل اعتماد نیست. آقای ظریف صحبتش این بود،
بعد خب دیگه بالاخره اینا هم یه تکنیکایی دارن راجع به اسرا نجه، افرادی رو که دستگیر کردن، افرادی رو که آمریکا دستگیر کرده، پیشنهاداتی داشت که بیان اینها رو آزاد کنیم. بعد تا اون خانمه بهش میگه خب آقای چیز رو هم آزاد کن، فامیلش الان یادم رفته، هم خودش هم باباش، یکیشون 80 سالشه یکیشون، این دوتا رو آزاد کن، میگفت که من تو کار قوه قضاییه دخالت نمی کنم. گفت خب تو الان داری میگی ما حاضریم آزاد کنیم، گفت برای که این قسمتش میشه کار وزارت امور خارجه و من ازشون اجازه گرفتم که آقا من میتونم این معامله رو انجام بدم، اونا گفتن بله و الا همین قسمت هم به من مربوط نیست، اون قسمت دیگرش کار قضاییه و من خودم رو وارد نمی کنم. در صورت ظریفم سیاست مداره و سیاست مدارا بالاخره اینا تو همون مکتب شیطانی که ما بهتون گفتیم درس خوندن. و اما میگه دور جدید نشست کمیسیون برجام در وین بدون حصول پیشرفتی چشمگیر پایان یافت. مقام های اروپایی به ایران هشدار دادند که از مفاد برجام عبور نکند. نماینده ایران میگوید این نشست گامی به جلو بود اما کافی نیست و فروش نفت مهم است. از اون طرف شنیدیم و خوندیم و دیدیم که رئیس جمهور فرانسه گفته من با ترامپ صحبت میکنم، نه منا اون با ترامپ صحبت میکنه بلکه تحریم ها رو کم کنن، چون شما نمیتونی تحریم ها رو زیاد کنی بعد بهشونم بگی بیان بشینیم صحبت کنیم، نتیجهش اون میشه مثل کره شمالی ول میکنه میره، نتیجهش میشه مثل ایران میگه ما حاضر نیستیم حتی با شما صحبت کنیم. و اما همزمانی که من اینجا نشستم و شما اونجا نشستی تماشا میکنی، این نشست گروه 20 هم در ژاپن به اصطلاح برقرار هست و آقای اردوغان هم که قرار بوده بغل دست پوتین وایسه عکس بگیره، دویده رفته اون بر بغل دست ترامپ وایساده عکس گرفته. این آقای اردوغان من یاد این ایرج مصداقی بیچاره انداخت. ایرج مصداقی یه آدمیه که هم در جوانیش گیج بوده، رفته به مجاهدین پیوسته، حالا به مجاهدین پیوستن به دنبال اهداف و آزادی و اینها خب هیچ اشکال نداره، ولی یه آدمیه که گشنه و گرسنه قدرته، هی رفته نزدیک بشه به رهبر، نزدیک بشه با مریم، حالا نمیدونیم هدفش این بوده که باهاشون نزدیکی کنه یا چاپلوسی کنه، در هر صورت چاپلوسیش به جای رسیده بود که این ایرج مصداقی یه جوری شده بود بلنگوی سازمان مجاهدین، شده بود همون آهنگران بود که بود نوحه میخوند مثل مال جمهوری اسلامی. و بعدم که جدا شد، خیلی جالبه این افرادی که همه عمرشون اشتباه کردن اینقدر شهامت ندارن مثل دوستانی که ما باشون مصاحبه کردیم از کانون و آوا و اینها، بیان بگن ما رفتیم دنبال آزادی ولی بعد فهمیدیم که این سازمان به ما کلک زده، ما اشتباه کردیم، جوون بودیم، فریب خوردیم، ببخشید، معذرت میخوایم و حالا داریم معرفی میکنیم این سازمان. این مصداقی آمده حالا میخواد به مردم بگه چی کار کنید. آقا تویی که خودت الان 50-60 سال از عمرت گذشته، احتمالاً نه زن داری نه بچه داری، یعنی نتونستی خانواده خودت نگه داری، چجوری به خودت اجازه میدی مردک پر رو که به دیگران بگی چه کار کنن چه کار نکنن؟ امروز یه دوستی برای من فرستاده بود که آقا نگاه کن این مردکه خودش پناهنده است، بعد میگه من از ترامپ حمایت میکنم، حالا انگار ترامپ احتیاج داره به حمایت این آقا که تو سوئد نشسته، به این دلیل که داره کار درستی انجام میده و من یه سرم ترامپه یه سرم فلانه. خواستم بگم اصلا هو گیو دم، اینجا میگن خب که چی، برای کی مهمه، تو چند تا بیننده داری، بگذاریم از این چند تا بیننده چند نفر داری که به حرفت گوش میکنن، از این چند نفر که به حرفت گوش میکنن چند نفر به حرفت عمل میکنن، برو آقا دنبال کار و زندگی بیچاره، تو هم ببند به سوربی برو تفریح. صحبت از تفریح شد،
امروز داشتم فکر میکردم آدم وقتی میخواد یه سفری بره، و خیلی جالبه اینو، اینایی که به دین و دنیای بعدی باور دارن همیشه میگن شما یه سفر 3 روزه که میخوای بری فکر میکنی آقا 3 تا جوراب ببرم، حالا شاید پام خیس شد 4 تا میبرم، اینقدر نمیدونم شورت ببرم، اینقدر پیرن ببرم، اینقدر لباس گرم ببرم، شاید طوفان اومد، شاید سرد شد، شاید گرم شد، و یه دفعه میبینی 2 تا چمدون با پار افتی داری میبندی فلان اینها. همینجوری داشتیم نگاه میکردیم، یه دفعه یک ایمیلی از آلمان برای ما فرستادن و به اصطلاح اونو خوندم، حالا ببینم که میتونم به شما هم نشون بدم هستش نیستش چیکار کردم. این رو it was good seeing you، بله پیداش کردم، و اینه، میگه که موتور سوار لخت به پلیس گفت هوا خیلی گرمه. براتون بیارم اینجا، میگه که این عکس رو بهتون نشون بدم، بله اینجا کمرای 2، آها بله، میگه که در حالی که موج گرمای کم سابقه اول ابتدای تابستان بخش بزرگی از قاره اروپا را در بر گرفته، برخی از شهروندان آلمانی سعی دارند به گونه‌ای غیر معمول با گرما مقابله کنند و خود را خنک نگه دارند. یک موتور سوار آلمانی که به تازگی توسط پلیس متوقف شده از جمله این افراد است. فرد یاد شده که نمی‌خواست گرمای هوا اذیتش کند، کاملا لخت بر موتور نشسته و به خیابان آمده بود. بر اساس این گزارش پلیس براندنبورگ ایالتی در شمال شرق آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک موتور سوار لخت را متوقف کرده است. در این گزارش به نقل از پلیس تصریح شده است که راننده موتور تنها کلاه ایمنی به سر و صندل به پا داشته است. کاربران شبکه اجتماعی در واکنش به این خبر با انتشار مطالبی طنزگونه این ایده را ترویج کردند که فرد موتورسوار شاید تلاش داشته از تکنیک اغواگری مرد اونیار در یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی به نام آشنایی با مادر الگو برداری کنه. در این واکنش‌های اینترنتی همچنین آمده بود که موتور سوار لخت در پاسخ به دلیل بیرون آمدن با این وضعیت گفته است هوا بیش از اندازه گرم است. دوستان، حتی در شیراز، حتی در به اصطلاح ایران هوا خیلی گرم قابل تحمل نیست، و همینجا در ویرجینیا دیروز تازه مثلا ساعت 11 و اینها بود، هنوز میدونید گرمترینشون ساعت 1 و 2 بعد از ظهر، من 11 و اینها که بیرون بودم اینقدر هوا گرمه که شما فکر میکنی نفست گرفته، و رادیو و اینها هم اعلام میکرد اونایی که سنشون بالان، اونایی که قدرت بدنیشون کمه، اونایی که چیزن، تا نیمه شب کد اورنج یعنی وضعیت نارنجی، که البته خیلی ها توضیح میدن میگن آقا این وضعیت نارنجی و قرمز و سبز و سفید هم ما رو گیج کرده و نمیفهمیم کدومش چند درجه است و اینا، نگفته نمانه. همین هواشناسی و اینها با پیشبینی غلطشون اصل یک باران و طوفانی آمد که نگو و نپرس، یک دفعه این شرجی و اینجا میگن هیومیدیتی و درجه هوای 95 درجه و نزدیک 100 درجه فارنهایت آمد شد 70، یعنی 30 درجه هوا آمد پایین و اصلا چیز نیست. خب اینم از این ماجرا، بریم براتون به صفحه های دیگه. بله، میگه ایران برای پذیرش ساز و کار مالی اینستکس شرط تعیین کرد. حالا این اینستکس رو من هنوز نمیدونم چیه، همین ماجرایی که نشست اینها هست در آستانه برگزاری نشست مشترک برجام ایران شرایط خود را برای ماندن در توافق هسته‌ای اعلام کرد. این ایران خواستار، به نظر من خب حق دارن، وقتی یه قراردادی نوشته میشه بین 6 نفر، بعد یه نفر که نسبتاً هم قدرت بزرگیه هم ملت بزرگی است مثل آمریکا خودش رو کنار میکشه، این قرارداد اگه قرار بین 5 نفر باقی مونده یا 5 کشور باقی مونده امضا بشه، دوباره باید بشینن تنظیمش کنن
بارها گفتم مثل مثلا یک ساختمونی که 6 تا دیوار داشته، حالا یه دیوارش ریخته پایین، شما اگه اون دیوارا رو میخوان چیز کنین، مثلا این دیوار باید اضافه کنین، شرایطش رو باید عوض کنین. در اصل میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار خود با نارندرا مودی، این مودی نخست وزیر هند، اینم آدم جالبیه، در حاشیه اجلاس کشورهای 20 در اوزاکا بار دیگر تاکید کرد برای مذاکره با ایران هیچ عجله‌ای ندارد. از یه طرف میگه من آماده هستم، اونا زنگ نمیزنن، از یه طرف میگه عجله‌ای ندارم. دوستان، ترامپ الان سرش توی باتلاقی که خودش و بچه هاش درست کردن، خودش و دامادش درست کردن مونده. از طرفی حتی دیروز به پوتین گفت که به شوخی این بار دیگه تو انتخابات ما دخالت نکنی یا لطفاً، بعد مسخرش میکردن. اینجا گفتن که اون اوباما اونجوری وایساد با قاطعیت به پوتین گفت کادید آف، یعنی تمومش کن. وقت این مردکه اینجوری ذلیلانه وایساده و میگن اگر روسیه دخالت نکنه امکان برنده شدن ترامپ اصلا نیست، به دلیل اینکه قولایی که داد انجام نشد، دیوار ساخته نشد، وضعیت بهداشت و بیمه و اینها هنوز مشخص نیست. کیه؟ تنها کاری که کرد آمد یه سری مالیات رو به اصطلاح تغییر داد و اینها فقط به نفع افراد پولدار شد و الا افرادی مثل من و شما هیچ چیزی به نفعشون نشد. میگه اون کسی که مثلا نمیدونم 70 میلیون پول داره، اون این خب ما چه؟ ما کجا هستیم؟ و همه این 20 نفری که دو شب گذشته در مناظره دموکرات ها صحبت میکردن، همشون به یه نوعی به مردم میگفتن اگر اینها رئیس جمهور بشن فوری قرارداد ایران رو، اون برجام رو به اصطلاح برمیگردونن و قبولش میکنن و فوری این برنامه های بیمه های اجتماعی رو سر و سامانی بهش میدن. البته قولایی هم میدن، مثلا یه آقای هست به نام ینگ، از این میگن دیگه نگین اورینتال بگین ایژن، از این آقای آسیاییه به اصطلاح، و این گفته بود که هر کسی سنش 18 ساله ما مایه $1000 بهش میدیم. دیشب بهش گفتن که آقا مایه $1000 به اونایی که سنشون 18 ساله در سال میشه فکر کنم 3 تریلیون یا هم چیزی. بعد این پول از کجا میخوای بیاری؟ گفت ها؟ اصلا مونده بود. و بعدش گفتن که فکر کنیم یکی از اونایی که باید خداحافظی کنه با نامزدی ریاست جمهوری این آغاز، دو سه تای دیگر اسبورد توی اینها یک خانم بسیار جوانی هم هست که اون عراق هم رفته، جنگ افغانستان و اینها هم رفته و حتی به اینا که اشتباه میکردن تفاوت طالبان و القاعده رو نمیفهمیدن، به اینا هم گفت که شما بدون اطلاع نیان چیزی بگید، مردم رو گمراه نکنید، ولی شانسی نداره. چرا؟ حرف حقیقت میزنه. حرف حقیقت اگه زدی میشی مثل سربی، حمایت کم میشی و سرت هم میره بالای دار. گفت گناهش چی بود؟ که اسرار هویدا میکرد. بله، خب اینم از این ماجرا. و فکر کنم آقای فرخ سپهرار دو تا پیام گذاشته یا یه پیامش حداقل مال ایشونه. اجازه بدید که ما این 18 دقیقه‌ای که هستیم با دوستان باشیم، بعد از برنامه گوش میدم و ببینیم درباره چی بوده و چی هست. و اما میگه که هم با پتیک داشتیم صحبت میکردیم و اینها، و اگه یادتون باشه اون روز من گفتم خب این ماجرای پول و برنده شدن و لاتاری و اینها، شما چشماتونو ببندید فکر کنید مثلا الان 100 میلیون برنده شدید، بهت میگن توی 30 سال آینده بهت ما سالی اینقدر میدیم، میگین آقا من الان پول میخوام، میگن اینقدرش مالیات، اینقدرش این به شما 30 میلیون میدن. امروز شما 30 میلیون بهت رسیده، میخوای چیکار کنی؟ آقای پتیک نوشته که اگر من 30 میلیون خالص از لوتو برنده بود شدم، حساب کردم با 1 میلیون دلار که تقریبا معادل 130 میلیارد تومان است، بشود یک کارخانه کوچک جارو
بیل، کلنگ یک کارخونه بسازم تا این رفتگران شهرداری های ایران فقط تهرانم نه عذاب نکشند و از درخت جارو نسازند. خاک بر سر دولت. دیدید این جاروهایی که این سپورهای خیابون استفاده میکنن، این چوب خشکایی هست که مال بوته ها و مال درخت ها و اینها هست و حقیقتا درست تمیز نمیکنه. و اینجا ما 100 نوع جارو داریم، یکیش استریت بروم هست، یکیش نمیدونم چی بروم هست، یکیش این اونا ندارن. چرا ندارن هنوز من نمیدونم. در هر صورت میگه که از طرفی هم کارگاه آجرپزی تا استکار بدبخت روزی 1000 تا آجر با زحمت نسازد. کارگاه ساده هر ثانیه یک آجر تولید میکند، پس هر ساعت 3600 تا آجر. بقیهش رو هم بدن به آخوندهای مردخور. حالا ما فکر کردیم شما اگه برنده شدی چی کار میکنی. اون روز من تو برنامه اشتباه خوندم این دوستمون خانم تنازی، من فکر کردم میگه از 3 بچه آفریقایی سرپرستی میکنه. نگو که ایشون گفته بود اگر لاتاری برنده بشه از 3 بچه آفریقایی سرپرستی میکنه. ما فوری از هول حلیم افتادیم تو دیگ و گفتیم خانم خب شما ما رو اداپت کن. اداپت میگن یعنی سرپرستی ما رو قبول کن. ولی بعد دوستان گفتن آقا این نوشته که من اگر پول گیرم بیاد اینجوریه. و اما اون عکسی هم که براتون توضیح دادم که در اوزاکا آقای اردوغان دویده و رفته بغل دست ترامپ وایساده، این عکس بهتون نشون میدم الان کامرای 2. و میدونید که اینا همه چی از قبل تعیین شده کی کجا وایسه چجوری وایسه. ولی گاهی وقتا یه دفعه ترامپ خربازی در آورده بود اون مرده رو هل داد عقب و حالا هم گویا این آقای اردوغان. آقای اردوغان چون مذهبی هست به عنوان یک آدم، میبینید اینجا وایستاده بغل دست ترامپ، این مردکه چاق رو هم گذاشتن وسط همه و ببینیم چه خواهد شد. خلاصه آقای اردوغان به یک آدم سوء استفاده کن معروفه. و اینم مثل همون ایرج مصداقی بدبخت، هر کسی قدرت داره سعی میکنه خودشو بهش بچسبونه و هنوز نفهمیده اینایی که قدرت دارن از افرادی مثل تو سوء استفاده میکنن و تا کارشون با تو تموم شد تو رو مثل دستمال کاغذی که استفاده شده باشه میندازن دور. حالا دستمال کاغذی برای کجا و برای کدوم سوراخ استفاده شده باشه دیگه اون بمانه. مذاکرات سران گروه 20 در ژاپن، ترامپ گفت ایران هنوز وقت داره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه و در بد و ورود به اوزاکای ژاپن برای شرکت در نشست سران کشورهای گفت که زمان کافی برای رفع تنش هست و اینها. و خبر بعدی مناظره درون حزبی دموکرات ها. میدونید که دموکرات ها ریپابلیکن ها میان اگر یه نفر داشته باشن که هیچ میمونه تا روز انتخابات اصلی، ولی اگر 2 یا 3 نفر یا بیشتر داشته باشن خودشون باید یک انتخابات اولیه انجام بدن، بعد نماینده به اصطلاح منتخب اینها میاد، منتخب ریپابلیکن ها هم میاد. ریپابلیکن ها تا حالا مثل که 2 یا 3 نفر هستند و هنوز هم به اون صورت رسما اعلام نشده و یکیشون اون کسیه که پارس در انتخابات قبلی به عنوان نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور اسمش روی برگه های انتخاباتی نوشته شده بود و قبلا هم گاورنر یا فرماندار بود. حرفایی که میزنه make sense، یعنی قابل فهم و از شعور و منطق هست. ولی دوستان در سیاست فهم و شعور و منطق نقش آنچنانی بازی نمی کنه. سر و صدا و شلوغ کردن و پدرسوخت بازی و شالاتان بودن نقش بازی می کنه. همین امروز برای شما نشون میدم که روی فیسبوک هم گذاشتم که میگه ترامپ بازنده ترین بدترین تاجر قرنه، کسی که تو 10 سال تو تمام برگه های مالیاتیش ضرر نوشته. ولی دیدم یه خانمی به نام افسانه نوشته بود این آقای خود ساخته
پرش نوشتم خانم شما به چه کسی میگید خود ساخته؟ خود ساخته پتیک، خود ساخته منم که آمدم اینجا وایسادیم با هیچی پول زندگی ساختیم، بچه‌هامون دانشگاه فرستادیم، بچه‌هامون زندگی میکنن، کار میکنن. این مردکی که باباش، خود باباش هم کلاش بوده، پدر بزرگش هم کلاش بوده، یکی پس از دیگری کلاشی کلاشی کلاشی، و این آمده تمام اون پولا رو به باد فنا داده. تنها کاری که میکنه با پولایی که از اینجا کلاه، اینجا میگن کلاه پیت رو بردار به سر پال تا امورت بگذره، از این یکی بگی به اون یکی بده بره، یا بیزینس های پانزی نمیدونم یا مانکی بیزینس، اینجوری کلاه برداری و کلاه گذاشتن سر این و اون داره زندگیشو میگذرونه. اگه این یک آدم تاجر موفق بود مثل تمام اونها، مثل این صاحب آمازون، با وجودی که یک پنی مالیات نمیده ولی ورقای مالیاتش اینا همه میتونن ببینن چند درآورده، کجا خرج کرده، کجا پول میگیره، چه کار میکنه. ولی این مرده که همه چیش مخفیانن، کسی که خودش به دیگران میگفت اگر کسی کارش درست باشه چیزی برای مخفی کردن نداره، پس تو چرا همه چیت مخفیه؟ برای این مخفیه که همین آقا دامادش الان توی کشورهای عربی داره دسیسه میکنه. اولا یک بار دیگه میخوان فلسطین رو بفروشن، فلسطینی که یک بار مردمشو، اونایی که پولدار بودن اشتباه کردن، زمینا رو فروختن، رفتن خوشگذرونی لبنان و بیروت و این ور ور، یه وقت چشمشون رو باز کردن برگشتن خونه دیدن بغل دستشون یه اسرائیلی آمده باغ زده و فلان و اینها، و فلسطینی که سرشار از درختای زیتون دنیا معروف بود یه دفعه اون طرف خوش شد، این طرف آباد شد. حالا یه بار دیگه میخوان 50 میلیارد دلار پول بدن. و برای من خیلی جالب بود که بی بی سی رفته این آقای عمرانی، آقای عمرانی پسر جوی، آدم جوونیه، ایشون دیجی عروسی هاست، خود من چندین برنامه به ایشون و خانم شهناز تهرانی داده بودم، و چون اینا هم جهود و کلیمی و یهودی هستن ماشاءالله اینجوری یه پنی هم به ما ندادن، اب نداره، خوش بر حلالشون، تقصیر ما بود، باید اول پولو میگرفتیم بعدن سرویسو میدادیم. اینو آورده بودن به عنوان کارشناس اسرائیل، و این آقا میگفت که ببینید اینها، ما زمین ها رو گرفتیم که بیان بشینن رو میز، نمیگو حالا پشت میز، بیان بشینن رو میز مذاکره. چون نیومدن رفتیم زمین های بیشتری گرفتیم، چون نیومدن ما رفتیم 1 میلیون هم آدم بردیم اونجا. بعد دیگه حالا ما 1 میلیون آدم بردیم، این آدم ها رو چجوری این ور ور بفرستیم؟ عجب. تلویزیون بی بی سی بی خود نیست، این بی بی سی همه بهش فوش میدن، چه طرفدارای رژیم چه مخالفین رژیم، و شده واقعا چوب دو سر گویی، نمیشه حتی بگیم چوب دو سر طلا. بمانه مناظره درون حزبی دموکرات ها، کاملا هریس یا اون خانمی که از دو تا، یعنی از دو تا مهاجر، پدرش مهاجر، مادرش هم مهاجر، و خانم موفقی هست، اینجا دادستان بوده و خیلی هم شارپه، و دیروز هم توی این به اصطلاح مناظره حمله شدیدی کرد به جو بایدن که آقا هی شما درسته میگن معاون نخست وزیر بودی، ولی شما سابقه درخشانی نداری، شما برای این کارا اینجوری بودی، برای اون کارا اونجوری بودی، بزرگترین افتخارت میگی که بیا نگاه کنید من با این نژاد پرستا و با این نمیدونم سفید پوستا چجوری، خب این که خوب نیست، شما باید جلوشون وای میسادی. اون کسی که جلو اینا وایساد باید بیاد با افتخار بگه، و الا شما که باشون ساختید افتخاری نداره. و اما میگه که روسیه در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در اتریش گفت پیشرفتی حاصل نشد. شوخی ترامپ با پوتین، گفت در انتخابات دخالت نکن. اینم گفته که به اصطلاح برای خالی نبودن چی میگفتن، عریضه، یه هم چیز. خب شب بهترین های جهان در اپرای لاوسکای میلان، اینا رو بلش که ما حوصله اپرا نداریم. من هرگز این اپرا رو نفهمیدم، چرا یه نفر باید بیاد جیغ بزنه به زبانی که من نمیفهمم، بعد دم در که میرم یک کتاب بدم به من بگن این که الان داره جیغ میزنه انگار که نشسته مثلا یه جای گرمی، داره منظورش اینه. خب آقا حرف بزن، چرا این
من نمیدونم، ولی خیلی ها هستن خوششون میاد. اتفاقا یه دفعه با آقای آریانپور گفتم، گفت آقای سربی این یکی از چیزای قشنگ و فلان اینا هست. گفتیم خب ما نمیفهمیم، وقتی نمیفهمیم میگیم نمیفهمیم. کاهش 49% تجارت ایران و آلمان تحریم ها صادرات به اتحادیه اروپا را دشوارتر کرد، و اما سفیر بحرین در عراق به منامه فرا خوانده شد. و همون صحبت که بهتون گفتم، بنویسید پیدا کنید، آقای ظریف در دو برنامه در آپریل 2019، یکی Face the Nation و یکی دیگه Asia Something، تو اون صحبت میکنه، میگه که ببینید شما با این همه نیرو و ارتش و پادگان در عراق شب یواشکی میایین بدونی که اعلام کنید، مثل دزدا چند ساعت اونجا میمونید و برمیگردید فردا اعلام میکنید که ما دیروز رفتیم عراق. گفت من میرم عراق 5 روز میمونم، میرم تو شهر، میرم اونجایی که باید برم، رئیس جمهور ما 5 روز میمونه، اعلام میکنیم، خبرنگارا میان عکس میگیرن، همراهشون میرن. میگم یه چیز شما درست نیست، مردم دنیا میبینن، مردم دنیا میفهمن. اون زمان این که مثل اسبای عصاری، نه اسبای عصاری نبودن، اسبای عصاری که بیچاره چشمشون رو میبستن که چون میچرخن سرگیجه نگیرن، این اسبایی که برای درشکه استفاده میکردن برای مسافربری و این ور اون ور، برای که اعصابشون به اصطلاح افکارشون پخش و پر نشه، 2 تا چرم میبستن اینجا و دید اینها رو محدود میکردن. دید اینها رو محدود کردن یعنی مثل این میمونه که ما فقط به شما بگیم که بشین تلویزیون فلان رو نگاه کن، بشین خبرهای دروغ فلان رو نگاه کن. خب بعد از یه مدتی رو مغز شما اثر میذاره. آقای ظریف به اینا میگفت که ببینید مردم دیگه اینجوری نیستن، مردم باز از این 100 و چند درجه که میتونن استفاده میکنن، این برنامه رو نگاه میکنن، این رادیو گوش میدن، اونو الی آخر. و اما بریم ببینیم باز در خبرها چیست. 5 دقیقه دیگه من از حضورتون مرخص میشم، طبق قولی که دادم. اگر گفت چی؟ ابر و باد و مه و طوفان فلک در کارن تا سربی بتواند برنامه درست کنه و با شما باشه. امیدوارم این برنامه‌های کوتاه مورد پسندتون قرار بگیره و ما نیستیم، شما که هستید حمایت کنید. نبودن ما هم اینه، در سفریم یه جای وای میسیم، نمیخوام مثل اون کامران قاطری یه گالسکه برداریم یه دوربین بزنیم جلوش، اینجوری هم شما رو مسخره کنیم هم خودمون رو مسخره کنیم. یه جایی نشستیم، آبجوی جلومونه، خوراکی جلومونه، یه عکسم برای شما میفرستیم، دل شما رو هم میسوزونیم، دهنتون هم آب میندازیم، میگیم ما امروز نشستیم اینجا در شهر دوسلدورف در آلمان، اسم این فروشگاه اینه، اسم این رستوران هم اینه. و انتظارم نداشته باشید من جاهای خیلی فنسی و شیک و گرون قیمت برم. والا بلا ببخشید دیگه، حالا اینو میگم، شما یه سوسیس 5-6 یورویی توی آلمان بخوری با یک نمیدونم خوراک خاویار و فلان 1000 یورویی، فردا همش یه جا میره. مهم اینه که این سوسیسو که میخوری با چه خیال راحتی با چه کسی همراهت باشه، چه صحبتی انجام بدی. یادمه من بهتون گفتم یه گواهی دارم نوشته این سربی متخصص سناب، اسناب آلمانی ها میگن هخ نازه، یعنی اینایی که مغرور میشن وقتی یه چیزی بلدن. یه گواهی به ما دادن که این سربی به اصطلاح وین شناسه، یعنی شراب شناس. بعد یادمه این مرده اولی که آمد، اول یه شیشه شراب باز کرد گذاشت برای همه ریخت، گفت یکم از این امتحان کنید، بعد گذاشت گفت بذارید حالا نفس بکشه، بعد از همون امتحان کنید میبینید مزهش چقدر خوبه، بهتر میشه. پس میگفت بذارید دیگران نفس بکشن، سربی اینقدر یه طرفه حرف نزن، بذار دیگران نفس بکشن، وقتی نفس بکشن مزهش بهتر میشه، گیراییش بهتر میشه. ولی یه سوال کرد، گفت شماها اومدید اینجا احتمالا شراب خوردید، حالا میخواین شرابای بهتری خوشمزه تری پیدا کنید و اینها، به نظر شما شراب خوب چیه؟
یکی فلان اسم مشکل گفت، یکی فلان اسم شراب ایتالیا رو گفت، اون یکی شراب کالیفرنیا رو گفت. گفت نه، اون شرابیه که شما با کسی نوشیدید، در محلی نوشیدید که بهتون خوش گذشته، اون بهترین شرابه. دوستان، چند سال پیش من یه مسافرتی با ماشین رفتم به طرف کانادا. باز یاد بهزاد میفتم که ما هتل هم گرفته بودیم، پول هتل هم داده بودیم. این گفت اگه رفتی هتل من دیگه باید حرف نمیزنم، ما رو برد خونه خودش. خیلی ممنون بهزاد، ازت خبری ندارم، نمیدونم کجایی چه کار میکنی، ولی با آقا دایی در تماس هستیم، دایی کوروش، این مرد عزیز و خوب. بمانم، ما سر راه که داشتیم میرفتیم، خب شما تو جاده‌های آمریکا و کانادا که میری همش مثل همه، این ور گست، این ور پمپ بنزینه، این ور مکدونالده، این ور برگر کینگه، این ور پیتزا هات، این ور فلان. گفتیم بابا خسته شدیم از بس چشممون به این جاده اتوبان، فریوی، هایوی، شاهراه، بیا بریم از این تو این بهش میگن کانتری رود، جاده های به اصطلاح غیر اصلی و شلوغ اینها. وقتی رفتیم دیدیم یکم میری جلو، این یکی داره هندونه میفروشه کنار جاده، اون یکی یه فروشگاه گذاشته نوشته بستنی که مامانم تو خونه درست کرده. گفتیم خب بریم. رفتیم یکی از این فروشگاه، من بودم، همسرم بود. دوستان هی نگین خانمم، هی نگین بانو فلان، بگید همسر، یعنی این با من همسره، ردیفه. البته اینا بالاترن، ولی حالا ما گولشون میزنیم میگیم همسر. من و همسرم بود، خدا گواهه اگه به خدا باور داری، بهترین ناهاری که من در طول این مسافرت خوردم این ناهاری بود که نون فرانسوی و یه پنیر گرفتیم و با شراب و با انگور و میوه و اینها رفتیم نشستیم یه جایی سینری، جایی که کنار جاده است، شما مثلا یکم میری کنار تابلو میزنه میگه سینری ایریا، یعنی شما میری اینجا دید داری، یه شهری رو میبینی، رودخونه رو میبینی، معمولا مجانی هم هست. رفتیم ماشین رو پارک کردیم زیر یه درخت، یه پتو انداختیم نشستیم، یه بطر شراب باز کردیم، فکر کنم نقل 4-5 دلار بود شرابه، 2-3 دلارم پنیر، 2-3 دلارم نون و انگور و اینهام، همش 20 دلار نشده بود. در صورت که میری یه جاهای 2 ساعت تو صف وای میسی، آقا اینجا این تاور فلانه، این نمیدونم رستوران چرخندن، این رستورانی که وقتی میخوری سر تهت میکنن که دیگه نمیفهمی سرت کجاست تهت کجاست. 20 دلار دو نفر نشستیم، هر جام هنوز صحبت میکنیم یاد اون منظره زیبا کنار آب، مشرف به آب، قایقای قشنگ رنگی، مردم شاد میمدن میرفتن، شما هم نشستی با همسرت، با محبوبت، با عشق ابدیت نشستی، چه کار میکنی؟ شرابی مینوشی و نون و پنیری هم نوش جان میکنی. خب دوستان عزیز، یک دقیقه هم از 60 دقیقه گذشت، ولی باشیم بازم، نه؟ یا بریم؟ نه بریم دیگه، سر حرفمون وایسی. از اینکه با ما بودی، از اینکه با شما بودم خیلی خوشحالم، امیدوارم برنامه ما رو به دیگران معرفی کنید. دیدم آقای مانی خورسندی این کارو میکنه، مانی جان خیلی ممنونم، اگه یه وقت اومدی واشنگتن حتما، من نمیگم آقا بیا خونه من قدمت رو چشمم فلان بیساب اینا، من آقا تحمل خودم هم ندارم. در صورت بریم یه نوشابه با هم بخوریم، کباب بازاری بریم، شمشیری بریم، رستوران کافه روزی بریم، زعفران گریلی بریم، یا همون تو فرودگاه بشینیم یه آبجوی بنوشیم، یه چای بنوشیم و همین. دنیا همینه دوست. سعدی میگه که بیچاره اونهایی که داشتند و استفاده نکردند. از خودتون یه بار دیگه بپرسید این همه کار کردید برای چی کار کرد؟ که یه تفاوتی داشته باشه با اون موقعی که مجبور بودید. آیا حالا که دارید لذت میبرید؟ یا مثل سربی هر روز میشینی اینجا بلند شو آقا قید 2-3 هزار دلار بدید هواپیما رو بزن برو دوستاتو ببین، برو اونجایی رو که دوست داشتی اون موقع نتونستی برو ببین، بلند شو برو اونجایی که دوست داشتی بوی کافی میومد ولی تو پول نداشتی قهوه بخوری، حالا برو اونجا بشین قهوه بخور و اگه دیدی یه نفر اون کنار وایساده بهش بگو که من میتونم برای شما یه قهوه بخرم. البته بلندت نکنه، اون گی نباشه، شما گی نباشی، مواظب باش، به همه کس هم نمیشه، ولی اگه فکر کردی احساس کردی یه نفر وایساده فقط داره بوی اون قهوه رو به اصطلاح
استشمام میکنه و احتمالا پول نداره، بهش بگو که اگر دوست داشته باشی من میتونم برای شما یه قهوه بخرم و یه داستانی برات تعریف کنم، داستانی که 30 و چند سال پیش بنده پول نداشتم، تو همین فوسگنگر بوی قهوه‌ای که همون موقع قهوه رو خرد میکنن و به اصطلاح دم میارن نداشتیم. و باز یادم میاد اولین روزی که من تو آلمان رفتم سر کار، ساعت 1 مارک و نیم انگورچینی، ما نمیدونستیم صبح شما رو سوار ترکتور میکنن میبرن تو مزرعه، ما فکر کردیم حالا زور وای میسن یه جایی نهارمون میدن یا میگن برید اینجا دم آلدی نهار بخرید، هیچی نبرده بودیم. گفتن نیم ساعت برای لانچ، ما وایساده بودیم، یه آلمانی، یه پسر جوانی آمد گفت که آلمانی هم بلد نبودیم که با همون زبان اینترنشنال، با همون زبان دلها، ای بسا دوتا همزبان که همدیگر رو نمیفهمن وی بسا اونهایی که غریبه هستن همدیگر میفهمن. نصف از خوراک خودش رو، این سوسیس های آلمانی خیلی معروفن، میخره، هوا هم سرده خراب نمیشه، نصفی از خوراک خودش رو داد به من. ای کاش من بتونم اینو تو آلمان پیدا کنم و ازش تشکر کنم که شما باعث شدی که نگاه من به آلمانیا به اون صورت نجات پرستی نباشه. حالا بعد اونم نگه آقا منم آلمانی نیستم، اگه آلمانی بودم که نمیمدم تو این مزرعه کار کنم، ولی اینجوریه. چون دیدم همه ایرانی ها میگفتم آقا اینا نجات پرستن، گفتم والا من 22 ماه اینجا بودم نجات پرستی در اینا ندیدم، اینا مملکتشون رو دوست دارن. تو اگه یه آشغال میندازی میاد میزنه اینجا میگه آقا آشغال ننداز، آشغال بنداز تو سد، این نجات پرستی نیست، این وطن پرستیه. کی به من و شما وطن پرستی یاد دادن؟ هی گفت النظافت و من الایمان. نظافت کجا؟ وقتی میریم حمام؟ نظافت تو شهرمون، تو کوچه‌مون، توی مدرسه‌مون بود که یادمون ندادن از اینکه با تلویزیون مردم بودید. در چند سال گذشته تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی که در سال 2003 درست شد، به دلیل اینکه من متوجه شدم بعد از اینکه تو 3-4 تا رادیو تلویزیون ایرانی کار کردم، هر کدومشون قدرت دارن میخوان صدای شما رو ببندن. اون موقع گفتم که برم سراغ، با اون نالج کم، با دانش کمی که از اینترنت داشتم، رفتم اولین تلویزیون اینترنتی رو من درست کردم. تاریخ داره میگه، حالا جایزه هم نگذاشتن، ولی اگه یک کسی خواست جایزه بده، بنده اولین تلویزیون اینترنتی رو در فیرفکس ویرجینیا راه انداختم، همین تلویزیون مردم تیوی، دسامبر سال 2003. برید ببینید اصلا قبلش بود، همچین چیزی نبود و امروز هر کسی تلفنش میتونه بگیره دستش برنامه بذاره. دوستان مرسی که با ما بودید. از طریق اجازه بدید من اونو بیارم براتون، از طریق تکست و از طریق پیام بذارید و پیاماتون رو در برنامه آینده پخش میکنم. از طریق این شد پیام و تکست، بذارید اینفو از مردم تیوی رو بهتون اینجا نشون بدم. خیلی ساده است، ما همه کارها رو ساده انجام میدیم. من اصلا اگه شما بری تو اون قسمتی که نوشته درباره این تلویزیون، درباره سوربی، نوشتم یه مرد ساده‌ای که امیدش این روزهای بهتری در انتظار هممون باشه. حالا اون دیوانه، حالا باز بها میگه نگو معتاد، آقا معتاد دیوانه است. رفته نوشته نمیدونم ننه من شوهر کرد، شوهر ننم فلان کرد، شوهر دومیش آمد برای من کار می... آقا اینا به مردم چه؟ آقا بنده یک آدم ساده ای هستم، حرف زدنم ساده، اعمالم ساده، همینی که میبینی تو و بیرون همینه. آمریکایی‌ها میگن what you see is what you get، همینی که میبینی. شما هم سعی کنید ساده باشید، ساده زندگی کنید، خیلی راحت زندگی میکنید. و باز برگردیم، اگر کسی رو میشناسید که افسرده هست، سعی کنید به کمکش بشه تابی تا دیر نشده. هر 12 دقیقه یک نفر در آمریکا خودکشی میکنه و هر روز 22 نفر از افرادی که در ارتش، در سازمان قسمت‌های مختلف خدمت کردن، خودکشی میکنن. امیدوارم برای شما، برای عزیزان شما اتفاق نیفته. و تا دیداری دیگر، دیگه بهتون نمیگم دوشنبه 2 بعد از ظهر، نمیگم چهارشنبه 2 بعد از ظهر، همین که گفتم روی فیسبوک فکر کنم اگر فالو رو بزنید، کلیک کنید،
هر وقت من چیزی میذارم بهتون خبر میده. روی یوتیوب اون قسمتی که نوشته سابسکرایب، اگر اون پایین صفحه کلیک کنید و بغلش اون زنگ و زنگوله و ناقوس رو هم بزنید، چون این هم یه چیز بیمعنیه. خب اگه کسی سابسکرایب میشه میخواد که بفهمه، نمیخواد میدونم این جوونا که الان اونا هم دیگه دارن پیر میشن، مال فیسبوک و اینا دیگه الان دارن نقل 15 20 سال میشه، اونا هم پیر میشن. خب خیلی ممنون دوستان، تا حالا 3 بار 4 بار خداحافظی کردم، گفت انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. ساعت 4 با آقای حسن ارشاد خواهیم بود. از الان تا ساعت 4 براتون یه سری شعر و چیزای شیرازی میذارم که آقای یدالله طارمی این رو با همون لهجه خوب شیرازی خونده و لینکش رو روی فیسبوک هم میذارم برای اونایی که میخوان 40-40 چند دقیقه این شعرهای شیرازی رو، که همون معروفترینش اینه، اونی که همیشه من رو دوست داره ننمه و خیلی قشنگیشون خودش اجرا کرده و من اینو تقدیم میکنم به شما. اگر دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، به قدمی، به قلمی، به درهمی، درمی و به امید دیدار، چه اینجا چه اونجا. خدا نگهدارتون تا دیداری دیگر.